شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات نخست وزیر استرالیا دولت فدرال را فاشیست خواند. این حال است که دولت فدرال استرالیا خود را برای سرکوب اطلاعات نادرست و دروغ رسانی در شبکه‌های اجتماعی آماده می‌کند. بر اساس قانون پیشنهادی اختیارات یک سازمان ناظر بر ارتباطات برای نظارت و تنظیم محتوا در سکوهای دیجیتال تقویت خواهد شد شرکت های اجتماعی در صورت تخطی از قوانین ممکن است تا 5 درصد از گردش مالی سالانه خود جریمه شوند آقای ماسک صاحب شبکه اجتماعی اکس با انتشار پستی بر روی این شبکه در روز پنجشنبه درباره اقدامات استرالیا با کلمه فاشیست ها واکنش نشان داد. در پاسخ انتنی البنیزی نخست وزیر استرالیا نیز گفت که شرکت های رسانه های اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارند. او روز شنبه گفت اگر آقای ماسک این را نمیفهمد این موضوع بیشتر نشان دهنده مشخصات بیشتر اوست تا دولت من. آقای ماسکنیز نیز شنبه شب در پست دیگری با نوشتن فاشیست های چپ افراطی سانسور را دوست دارند به حملات خود شدت دیگری پخشید. قوانین پیشنهادی دولت استرالیا به سازمان تنظیم کننده در حوزه رسانه ها اجازه می دهد تا در صورت نیاز آین نامه رفتار صنعتی قابل اجرا را تصویب کند یا استانداردهایی را برای شرکت های رسانه های اجتماعی معرفی کند، این در حالی است که نظرسنجی سه دانشگاه در استرالیا نشان میدهد که اکثر استرالیایی ها خواهان اقدامات بیشتر برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست مزر در فضای آنلاین هستند. در همین حال دیوید کولمن سخنگوی ارتباطات از جناح اپوزیسیون نیز از این لایه انتقاد کرد اما از برچسب فاشیست خودداری کرد. او گفت من از این کلمات استفاده نمی کنم. او اگرچه برنامه آقای البنیزی را به شدت ضعیف، تحقیرآمیز برای آزادی بیان و به طور کلی ضعیف و بلا تکلیف خواند. آقای کلمن گفت که او با نحوه تعریف مطالب عمدن گمراه کننده و مزر مشکل دارد. گفتنی است این نخستین بار نیست که ایلان ماسک با مقامات استرالیایی مبارزه می کند. در ماه اپریل کمیسیون امنیت الکترونیکی فرمانی را به شبکه اجتماعی اکس که پیشتر با نام توییتر شناخته میشد صادر کرد تا کلیپ های چاقو خوردن مارماری امانوئل اسقف سیدنی را از روی این شبکه حذف کند در این جنجال که برای چندی ماه طول کشید آقای ماسک دولت استرالیا را به سرکوب آزادی بیان متهم کرد در پاسخ چندین سیاستمدار نیز واکنش نشان دادند و نخست وزیر استرالیا آقای ماسک را یک میلیاردر متکبر خواند اما در ماه جون کمیسر ایمنی از رسیدگی این پرونده در دادگاه فدرال منصرف شد لایک شیر کامنت فارسی را در فیسبوک دنبال کنید